سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه تو چنل نگین فضلی بزرگ. آقا بچه خیلی خوش اومدید. همونطور که میبینید دارم اول اینکه رنگ موهای جدید شبیه جوکر شدم، اونی که دوست پسر هارلی کوین شده بود. آقا قضیه از این قراره که من امروز یه مهمون ویژه دارم و میخوام ازش ترین هاشو بپرسم. ترین هاشو، یعنی نمیدونم چجوری میتونم بهتون توضیح بدم. در ادامه ویدیو خودتون متوجه میشین. اول از اینکه حدس بزنید مهمونمون کیه؟ اگه گفتید مهمونمون کیه؟ چرا اینجوری میچرخی دور و برم؟ دنیا میچرخه دور سرم، چشمان رو من دور برم، ولی من خیلی سوال براتون شاید پیش اومده باشه که چرا ما تا حالا با هم کانکت نشدیم، با اینکه با هم دیگه در ارتباط بودیم یا خیلی مسائل اینطوری. ولی باید بهتون بگم که نمیدونم، شاید هم یه دوستی خیلی قویه خفن در انتظارمون جدید. میگن بهترین دوستی از نفرت شروع میشه. اصلا میدونید تا حالا بینمون دوستی ایجاد نشده و الان برای اولین بار میخوایم با هم دیگه ویدیو یوتیوب بگیریم. اونم توی چنلش با من داره، حتما برید ببینید. من که نظرتون رو راجع به سیستم جدیدم بگید، اینکه منو اینجوری دوست دارید یا نه، جوری که دارم. سلام، چطوری از این برا؟ دیگه گفتم یه سرم از کوچه شما رکیم. یه سرم به ما بزن. قربونت دلم برات تنگ شده، با اینکه شاید عجیب باشه. برای مدت ها تونستیم چی رو بشکنیم؟ این تلسمو، این دیوار رو بشکنیم و ویدیو بگیریم. آره. نیکا، اول اینکه من الان که دارم با تو صحبت میکنم، خب تو تصویر من نمیبینی، فقط صدای من داری دیگه. بله. من الان موهام یه رنگ جدیده، حدس بزن موهام چه رنگیه. ببین تو خب همه رنگا رو گذاشتی، تکراریه؟ بیا رنگ بگو. نارنجی سبز. برگام از کجا فهمیدی نارنجیه؟ پشمام نارنجی بود، بوغر اولش خواستم بگم نارنجی. برگام. قلبم به قلبت هست. من یه سری سوال دارم ازت که ترینات رو باید بگی و قانون بازی اینه که تو باید سریع جواب بدی، یعنی نمیتونی که یه عالمه مکس کنی و فکر کنی، باید تون تون جواب بدی. تعداد سوال هم زیاده، باید تون تون جواب بدی. اوکی. فقط تون تون جواب بدی ها، خیلی سوال ها زیاده. بهترین اخلاقت؟ مهربونم. خب سوال بعدی، بدترین اخلاقت؟ بودو زود عصبی میشم. قبول دارم. خب سوال بعدی، بهترین دوستت؟ سارا. بدترین موزیکی که تا حالا باش ویدیو ساختی؟ حالا هرچی بگم به یه چیزی بر میخوره. تو هم که مردم دارو. من اصلا نمیتونم. من نمیگم. باشه. بهترین استعدادت؟ روی یه برنامه ریزی میتونم کارامو انجام بدم و خیلی آن تایمم. آفرین، قبول دارم. بدترین استعدادت؟ استعدادم یعنی چی؟ خیلی ها چیزا هست که توشون بدم. خب چجوری بگم؟ نمیدونم. نقاشی ریشه. پولدارترین رفیقت؟ یکی وضعیتش داغونتر. وایسا خیلی وزاخیته. اوکی، خب فقیرترین رفیقت کدومشونه؟ ارسلان. زرنگترین رفیقت؟ ارسلان. واقعا ارسلان. بابا بهمون کن دیگه. نه جدی، واقعا ارسلان از همه شون زرنگتره. اوکی، باهوشترین رفیقت؟ ارسلان. واو، خیلی خوب باشه. خب سوال بعدی، خاکی ترین آدم معروفی که تا حالا میشناسی؟ نگیم فضلی؟ نه تو برگام. وایسا، نه نظرم عوض شد. بچیمون شدی. ببین میخوام مثلا اولین برخورد که یه نفر دیدم خیلی خاکی بود. من مغزم مثل جنبکه، باورم نمیشه. اوکی سوال بعدی، خلاق ترین دوستت؟ نگیم فضلی. سلام. من خیلی با تو صمیمی تر از این حرفا میشدم زودتر. بی استعداد ترین رفیقت؟ بگو دیگه. آب دهنشو خورد میده. اوه دو اول فضل. اصلا من دوستام کیا بودن؟ دوستام یادم رفته، نمیدونم. این بده. همشون استعداد دارن آقا، همشون توی انگ بالاخره استعدادی دارن. بابا ولم کن، بابا ولم کن نیکا، ولم کن نیکا. اوکی باش، سوال بعدی، بد اخلاق ترین و سخت گیر ترین آدمی که میشناسی؟ نگی فضلی. نگی فضلی. وا،
واقعا سختگیرتری میشه. حالا بعد اخلاقم میتونی نباشی ولی اونم یه ذره هستم ها، ولی میتونم نباشم. آره ولی سختگیر رو هست. سوال بعدی، تو مخترین اخلاقت تو روابطت؟ وابستگی. داغون ترین تیک تاکر از نظرت؟ واقعا تو ذهنم دارم ولی نمیتونم اسم ببرم. اولش چی داره؟ مثلا یه دونه دختره است، اول اسمش پ داره. وایسا برات مینویسم. ببین آخه اینا فکر میکنن تیک تاکرن، میدونی چی میگم؟ اوه نه این الان کسی نمیشناسه، این تیک تاکر میشناسه. اوکی، کسی رو نداری تو ذهنت؟ نه. مورد علاقه ترین جزء صورتت؟ چشم. وای شلا. خب سوال بعدی، بدترین رپری که میشناسی؟ نگه فضلی. بدترین رپری که میشناسم، خدایی فقط زیاد گوش نمیدم، هیپاپولوژیست رو زیاد گوش نمیدم، نه اینکه حال نکنم. منم هر کی اون اوایل که هیپاپولوژیست تازه اومده بود میومد خونه من مثلا موزیکشو میذاش، اینطوری بودم که این چیه. حالا الکم بیشتر درکش کردم، ولی موقع مثلا زایترین رفتاری که تا حالا از یه آدم دیدی، نمیخواد بگی کی بوده بود مثلا کجا بوده و اینا، فقط بگو که چه رفتار زایه‌ای دیدی که تو چشات خورده. وای اصلا این رفتار رو خیلی جا دیدم، اون که خیلی آدمو چقدر حرف میزنن. بابا چقدر حرف میزنی، این واقعا خیلی زایه. سوال بعدی، بهترین و فانتزی ترین دیت اولی که دوست داری تجربه کنی چه جوری میتونه باشه؟ رومانتیک، یه کافه نه با ماشین بیا جلوی در دنبالم، بعد با همدیگه بریم و من ببرم یه رستوران خیلی خفن، یه غذای خیلی خفن و یه عالمه گلم واسم تو ماشین چیده باشه. اوه تو هم یه درس خوشگل پوشیده باشی و... آره بعد هی دستم رو بوست کنه، بعد بگه تو آسمون جر خورده تو افتادی سام پاراشو تو افتادی. اوکی خیلی. آره. بهترین جایی که گوزیدی راحت و توپل و هیچکی نفهمید؟ اتاقم. نه دیگه تو جمع منظورم. تو جمع؟ اصلا تا حالا این کار کردی؟ مثلا بگوزی بلند بعد هیچکی نفهمه خیلی بچسته بهت؟ آخه من اصولا گوزم صدا نداره. اوکی اوکی. سوال بعدی، بدترین جایی که تا حالا توش کیف داشتی؟ هر اینجا؟ الان میگه توالت انباری زیر شیربونی گاوداری. آخه جای بعدی نبوده مثلا موقع تحجیب. اوکی باشه، تو یه دختر شما خیلی با کالاسید. ما تو تحویله بوس میکنیم. تحویله. بدترین خاطرت با من به جز اون باری که با هم دیگه دعوا کردیم؟ به جز اون نداریم خاطره خیلی بد. خیلی خب، بهترین خاطرت با من؟ واقعا با مامانمون رفتیم بعد اون رو ندادن. میخوای برای بچه ها تعریف کنی؟ آره بگو. بچه ها یه بار نیکا و مامانشینا و ما بیسه از فامیلامون پیش من خونه من بودن، نیکا اینا اومدن ما با هم دیگه رفتیم بیرون، بعد من و نیکا فریک زده بودیم که فامیل ما رو ببریم دیسکو. دیسکو دوبس دوبس. بعد ما اومدیم بریم، مامانامون رو ندادن، ما ستا رفتیم تو، انگار که مجبور بودیم توی تایم فشرده ای تا میتونیم برقصیم و درینک بخوریم. ما برداشتیم 8 سری تکیلا سفارش دادیم. آقا ما رو گرفته بود، کاش میتونستم فیلماشو براتون بذارم. یه آبرو ریزی شد، به بدبختی خودمون رسیدیم خونه، تاکسی ازمون پول قاپید، وسط خونه جلو فامیلا دراز کشیده بودیم، چرت و پرت گفتیم. ببین یعنی اون شب، آره راست میگی، من یکی از دلایلم که پیش خودم گفتم شاید تو رفیق باحالی بتونی باشی برای من همون شب بود، چون تو خیلی سعی داشتی هوای من داشته باشی. میدونی چی میگم؟ من سعی، من هم چه آدم میام. باشه دیگه حالا نیکا. باشه باشه. اوکی سوال بعدی، شخصی هست که از لحاظ خوشتیپ ترین بودن بتونی ازش نام ببری؟ هیچ تویی دیگه بخوام بگم. بچه ها من همینجا اعلام میکنم که من تا الان هرچی راجع به نیکا گارد داشتم اشتباه میکردم. نیکا من ترین رفیق زندگی منه. آه من ربکا هم تیپاشو دوست دارم. آره آره. خب سوال بعدی، بهترین لوکیشنی که تو استانبول میشناسی؟ از نظر من استانبول همه جاش خوشگله. من واقعا توی زیبایی استانبول هیچ حرفی نمیارم. اونجا پیش پلای بغاز، پیش پل بغاز اونجا ها خیلی خوشگله. آره آره.
مهربون ترین دوستت؟ آتوسا. بهترین خوراکی که تو سوپرمارکت وجود داره؟ کرانچی تونده. وای. حالا تو اینو به هم بگو، جذاب ترین عضو بدنت از نظر خودت. الان میگه بوبیام. دقیقاً. بهترین غذایی که بلدی درست کنی؟ من غذا بلد نیستم درست کنم. تا حالا درست نکردم. بدترین عادتت که هیچ کس نمیدونه؟ مثلا من دماغ درم یارم میچسبونم پشت مبل. آها، من اینو گفتم. بدترین عادتم که هیچ کس نمیدونه، ولی خوبتون قبلا گفتمش، فقط همینه. بعضی موقع دستم میکنم تو نافم. چندش؟ من دماغو شوخی کردم، حالا فکر نکنید برج میسازم پشت مبل منو. و سوال آخر، بزرگترین افتخارت به خودت؟ قوی وایستادم دیگه، من خیلی حال میکنم با قوی بودنم. آفرین. آره میدونم چی میگی. خیلی ممنونم نیکا که با ما همراه بودی، خیلی ویدیو باحالی شد. امیدوارم که تو هم دوست داشته بوده باشی. بچه ها همین الان میخوایم یه ویدیو هم واسه نیکا بگیریم، حتما اونم ببینید. دوستتون دارم خیلی زیاد. نیکا اگه حرفی داری به مخاطبات که دارم. آقا منم خیلی دوستتون دارم. ان شاء الله که حال کرده باشید با این ویدیو. یادتون نره چنل نگین رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، ایده ای چیزی هم داشتید تو کامنت ها بگید که سریای بعد بگید. آفرین. اگر یه ایده به ذهنتون رسید که فکر کنید من و نیکا اگه با هم بگیریم جالب میشه، حتما بگید، ما همه کامنت ها رو میخونیم، چون تو یوتیوب تنها راه ارتباطی مستقیم ما با شما همین کامنت هاست. خدافظ تا برنامه بعد. بای بای.